سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز اعلام کرد خطر زندگی بیماران را در یمن تهدید کند و به ویژه بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در شرایطی وخیم قرار دارند این در حالی است که مراکز شستشوی کلیه در یمن با تمام آنچه برایشان باقی مانده به کار خود ادامه می دهند. این سازمان تصریح کرد چهار مرکز از 32 مرکز شستشوی کلیه در یمن از آغاز حمله سعودی ها به این کشور بسته شده و سایر مراکز با محدودیت ارائه خدمات مواجه هستند و امکان انجام درمان کامل بیماران را ندارند. سازمان المللی پزشکان بدون مرز همچنین افزود بیماران به سختی به مراکزی که همچنان پابرجا هستند دسترسی پیدا می کنند و از پرداخت هزینه انتقال و درمان رنج می برند. جان بسلینگ رئیس گروه پزشکان بدون مرز در یمن گفت بیشتر بیمارانی که دچار نارسایی کلیه هستند توان جسمی یا مالی برای انتقال و دستیابی به درمان ندارند و حتی اگر بتوانند به مراکز خدماتی دست یابند احتمال دارد که نتوانند هزینه های درمان را پرداخت کنند وی افزود تعدادی بسیار از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه کارمندان دولتی هستند که 18 ماه است حقوق دریافت نکردند و فرصت دریافت این خدمات پزشکی نجات بخش را از دست می دهند. اشاره کرد وضع کنونی فراروی بیماران کلیوی که از پیامدهای جنگ یمن است. وی گفت کمک رسانی ها و دارو به تدریج رو به پایان است و کادر بهداشتی نیز 18 ماه است که بدون حقوق ماندند. بیمارستان ها علا رقم هدف بمباران های هوایی و توپخانه قرار می به کار خود ادامه می دهند و بمباران ها منجر به بسته درهای بیمارستان ها و از جمله سازمان پزشکان بدون مرز می شود و نیازهای پزشکی بسیار زیاد و وضعیت استراری است وزارت بهداشت یمن تصریح کرد از آغاز ماه جوان گذشته 415 مؤسسه بهداشتی به صورت جزئی و کلی ویران شدند که نتیجه بمباران مستقیم متجاوزین بوده است این وزارت افزود بیش از 55 درصد از مراکز خدمات بهداشتی به علت حملات سعودی ها غیر فعال شدند و 45 درصد باقی مانده در کمترین حد خود خدمات میدهند. برخی سازمان های مستقل یمنی اعلام کردند که بیش از 36 هزار شهروند این کشور در پی بمباران های مستقیم عربستان سعودی به شهادت رسیده یا مجروح شدند و 21 میلیون یمنی نیازمند کمک های انسانی هستند که 9 میلیون آنها در آستانه قهدی قرار گرفتن بر اساس گزارش سازمان ملل حملات متجاوزان و محاصره یمن یکی از بدترین فاجعه های انسانی در جهان را رقم زده است